درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دیشب قسمت اول سوالای جدید گواهینامه رو گذاشتم، یه توضیح کوتاهی بدم. امروز میخوام قسمت دوم رو کار کنیم. سوالای جدید چیه؟ همونطور که اطلاع دارید هر سال به آیین‌نامه آلمانی چند تا سوال جدید اضافه میشه و اگر از اون اپ یا سایتی که فارشوله به شما داده برای یاد گرفتن تو خود اپ یا سایت برید، یه قسمتی هستش چون سوالا هم دستبندی دارن هم که کلی هستن. یه قسمت داره کل 1200 خورده سوال توی اون یه قسمته، یه جای دیگه هم داره که سوالا دستبندی، مثلا ویدیوها یه قسمتن، تابلوها یه قسمتن، سوالای در مورد فورفرد یه قسمتن و و و و و یه قسمت هم داره که نو افقاگن، یعنی سوالای جدید. برید اونجا همین سوالایی که الان داریم با هم دیگه کار میکنیم رو اونجا میبینید. اولین سوال چی میگه؟ Wo müssen Sie mit technisch ungesicherten Bahnübergängen rechnen؟ میگه شما حساب چه چیزی رو موقعی که ریل قطار بانوباگانگ، مسیر قطار رو اینطوری بگیم، مسیر قطار رو ناامن هستش، حساب چه چیزی رو باید بکنید؟ حالا من میخوام بهتون اون گزیشرت بان اوباگانگ رو تصویری نشون بدم بهتون. بچه ها به این میگن، مثلا بذاری من یه عکس بزرگتر پیدا کنم که بتونیم قشنگ با هم دیگه یاد بگیریم. آره این عکس بزرگه، نگاه کنید، این یک اونگزیشرت بان اوباگانگه. چرا اونگزیشرته؟ چرا ناامنه؟ دلیلش اینه که این بان اوباگانگ اهرم نداره که پایین بالا بیاد، فقط اندریاس کرویتز داره با آمپل داره. حالا یکی حواسش نباشه بیاد بره، خدای نکرده قطاری که داره میاد برخورد کنه، چراغ رو نبینه و حرکت کنه بره. چون اهرم اینجا وجود نداره، اصولا میگن این گزیشرت بان اوباگانگ. اصولا جاهایی رو بدون اهرم میذارن که اونجا تردد وسایل نقلیه خیلی کمه یا کمه کلن. حالا میگه ما کجاها با حساب مسیرهای قطار روی ناامن رو ببینیم، حسابش رو بکنیم. Auf Feld und Waldwegen میشه که مثلا در راه‌های صحرایی یا جنگلی، دقیقا اونجا تردد کمه. Auf wenig befahrenen Straßen، تو خیابونایی که تردد توش کمه، دقیقا اینم درسته. In Industrie und Hafengebieten، دقیقا تو مناطقی که بندر و مناطق صنعتی هستن اونجا هم تردد کمه. این ستا هر ستاش درسته و سه امتیاز داره. قشتیش این سوال رو گوش بدید، من یه چیزی براتون بگم. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen؟ خب سوالش میگه چه علتی اغلبا موجب تصادفات دیسکو برای رانندگان جوان میشه، در رانندگان جوان میشه. تصادفات دیسکو چیه دیگه؟ دیسکو اون فعلن. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen؟ ببخشید من چون کلیک میکنم روش صداش در میاد. دیسکو اون فعل یا دیسکو اون فعلن یعنی تصادفات دیسکویی. خب تصادفات دیسکویی یعنی این که نصف شب دم صبح کسایی که از دیسکو میان بیرون اگر با ماشین باشن اصولا تصادف میکنن. خیلی پیش میاد که تصادف میکنن، حالا خسته هستن، نمیدونم، خیلی عوامل دیگه هستش. بریم ببینیم دلایلش چیه که اینجور تصادفات دیسکویی پیش میاد.
Die Fahrer merken nicht, dass sie körperlich erschöpft sind. Die Fahrer merken nicht, dass sie übermüdet sind. میگه راننده متوجه نمیشه که خسته هستش. ادا راننده ها در اصل دی فاقا یعنی رانندگان، در فاقا میشه راننده. میگه که راننده ها حس این رو نمی کنن که خسته هستن، متوجه نمیشن که خسته هستن. هر دوتاش درسته، این یکی هم Die Fahrer merken nicht, dass sie fahruntauglich sind. Fahruntauglich یعنی نامناسب برای رانندگی. Untauglich یعنی نامناسب. میگه که راننده ها حس این رو نمی کنن که نامناسب برای رانندگی هستن. نمیتونن اون موقع رانندگی درست انجام بدن. دقیقا هر ستاش درسته و 4 امتیاز هم داره. پس چی شد؟ از نظر جسمی خستن، کلن خستن و نامناسب برای رانندگی هستن. دقیقا درسته. خب بریم برای سوال بعدی. سوال بعدی یه خورد زیادی درازش کردن، علکی گندش کردن، ولی من راحتشو بهتون میگم. Sie möchten eine Autobahn benutzen. Welche bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit muss hierfür in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder in der Betriebserlaubnis eingetragen sein? منظورش اینه خیلی راحت بهتون بگم. تو اتوبان حد اکثر سرعتی که اجازه دارید باش رانندگی کنید چند دستش. هممون دیگه میدونیم که ما از 60 پایین‌تر اجازه نداریم توی اتوبان رانندگی کنیم، چون هم برای خودمون خطرناکه هم برای راننده‌های دیگه، چون اینقدر بخوایم آروم را بریم باعث ترافیک و تصادف و اینجور چیزا میشیم. ریشتیش بس همین. اینجا هم نوشته شما میخواید نمیدونم از یک اتوبان استفاده کنید، چه نمیدونم حد اکثر سرعتی رو توی کارت ماشین و اینا نوشتن الکی، فقط سوال زیادش کردن. سوال فقط همینه که شما میخواید توی اتوبان حد اکثر سرعتی که میتونید برید چنده؟ اونم میشه 60. تموم شده رفت. یعنی از 60 پایین تر ما نمیتونیم بریم. بریم ببینیم ویدیو چی میگه. به قول نقیین چی میگه آقا؟ تو فوروارد اشتغاس هستیم، 40 تا داریم میریم. اینم که داره میاد، این سوال فکر کنم قبلا کار کردیم تو سوالات نرمال. خب سوال نوعی فقابین تو سوالای نرمال هم هستش، ولی حالا این احتمالا نوعی تو نوعی فقابین هستش، یعنی این سوال جدید اومده. حالا با این حال یه مروری میکنیم. بریم فیلم رو ببینیم. داریم تو داخل شهر 40 تا میریم. فوفارتشتغازه هستش، حق تقدم با ماست، چپ و راست باید وایستن، ما بریم بعد از ما بیان بپیچن. اتوبوس از ایسکا داره میاد بیرون، راهنماش هم زده. خب چی میگه اینجا؟ میگه Worauf sollten Sie sich in dieser Situation einstellen? میگه مثلا تو این موقعیت حساب چه چیزی رو باید بکنید؟ Der Bus schwenkt beim Anfahren kurz auf meinen Fahrstreifen aus. دقیقا این درسته. میگه که منظورش اینه که اتوبوس موقع حرکت کردن، وقتی شروع کرد به حرکت کردن، احتمال داره یه خورده بیاد تو جاده من، بیا تو لاین من. این درسته دقیقا. Das Quad fährt plötzlich an. Quad اون دفعه هم بهتون گفتم به این موتورا میگن. میگه که Das Quad fährt plötzlich an. میگه که این موتور یوهویی حرکت میکنه، رانندگی میکنه. نه این یارو وایساده جلوش داره ما هم دیگه غیبت میکنه. چه رانندگی میکنه؟ اینه که نمیتونه زیر کنه بره. بس این درست نیست. Personen betreten hinter dem Bus die Fahrbahn. دقیقاً. مردم از پشت اتوبوس میتونن بیان تو جاده، بیان وسط جاده. اینم درسته. قشتیش.
پس فقط اولی بوست میتونه بیاد توی لاین من موقع حرکت کردن، چون تا فرمون بگیره به خاطر پهنای عرضشم، چون عرض اتوبوس خیلی گنده است، هم مثل طولش هم مثل عرضش هر دوتا گنده، هم به خاطر همین میتونه بیاد یه خورده تو لاین من. این اصلا نمیره چون داره صحبت میکنه، و اینکه مردم از این پشت میان، این دوتا درستن. سوال بعدی میگه Welche Gefahr besteht, wenn Sie durch die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt abgelenkt werden? Okay, میگه که منظورش از این سوال چی هستش؟ چه خطری احتمالش هستش اگر ما از یه وسیله الکترونیکی، حالا منظورش مثلا موبایل، موقع رانندگی استفاده کنیم و ما را از مسیرمون منحرف کنه؟ Welche Gefahr besteht, wenn Sie durch die Nutzung elektronischer Geräte während der Fahrt abgelenkt werden? چه خطری وجود داره اگر ما به وسیله استفاده از یک دستگاه الکترونیکی مثلا موبایل هنگام رانندگی منحرف بشیم، از مسیرمون منحرف بشیم، کلا منحرف بشیم؟ میگه اولی میگه Ich kann Verkehrszeichen übersehen. دقیقاً، من علائم رانندگی رو میتونم نبینم. تابلوها رو میتونم نبینم. آره، دارم با موبایل ور میدم، شماره میگیرم، اس ام اس میدم، یو نمیبینم اینجا مثلا ما استاپ کنم یا اینجا من فورفارت ندارم یا چراغ رو نمیبینم. دقیقاً این درسته. Mein Anhalteweg kann sich verkürzen. Anhalteweg یعنی همون توقف. میگه منظورش اینه که فاصله توقف من کوتاه میشه. نه، چنین چیزی اصلا وجود نداره. Ich kann von meinem Fahrstreifen abkommen. دقیقاً، میگه من میتونم از اون لاینی که دارم حرکت میکنم، لاین خودم، جاده خودم بیرون برم. آره، من حواسم نیست یا فرمون مثلا جاده پیش داره، من یهو مستقیم میرم، بس میرم تو اون یکی لاین. دقیقا اینم میشه. این دوتا درسته. پس چی؟ من تابلوها رو نبینم و از لاین خودم برم بیرون. این دوتا درسته؟ این نه، فاصله توقف من کوتاه‌تر میشه، میتونه کوتاه بشه. نه، چنین چیزی نیستش. خب این سوال بعدی و آخرین سوال برای جلسه دوم، چون نمیخوام جلسه دوم از سوالای جدیدا، نمیخوام ویدیو رو طولانی‌تر کنم که حوصله‌تون سر بره. Wie sollten Sie sich bei einer so gekennzeichneten Gefahrstelle verhalten? اوکی، میگه که شما چطوری باید وقتی این تابلو خطر رو دیدید چه رفتاری رو باید از خودتون نشون بدید وقتی این تابلوی خطر رو دیدین؟ دقیقا اینجا میگه ماشین مثلا میره، چون جاده مثلا خرابه یا کوهستانی یا هرچی، سنگ پرتاب میکنه، ما چه رفتاری رو باید از خودمون نشون بدیم؟ Ich sollte plötzliche Lenkbewegungen vermeiden. دقیقا میگه من باید از تکون دادن فرمون به صورت ناگهانی، یعنی مثلا هی ببینم یه اتفاقی داره میفته، یا سنگ طرف من میاد یا جاده خرابه، اینا هی فرمونمو هی این بر اون بر کنم که مثلا تو دست انداز نیفتم یا نمیدونم به سنگا نخورم. میگه من باید از این کار جلوگیری بکنم. دقیقاً فرمایدن یعنی جلوگیری کردن. دومی میگه Ich sollte starkes beschleunigen vermeiden. دقیقاً، من از سرعت خیلی بالا باید جلوگیری کنم، یعنی توی این جاده ها و مخصوصا این تابلو رو که دیدم نباید خیلی سرعت برم. اینم درسته. Ich sollte einen möglichst großen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten. من باید امکانش بودش یک فاصله زیاد با ماشینایی که دارن جلوی من راه میرن، با ماشینی که جلوی من داره راه میره ایجاد کنم. فور اوس فاگندن فارسوی،
یعنی ماشین روبرویی، ماشین، معذرت میخوام، ماشین جلویی، ماشینی که داره جلوی من میره، یا ماشینایی که جلوی من هستند، اینطوری هم میشه گفت. اینم دقیقاً درسته و هر سه تا برای این سوال درست قشتیش. خب اینم از ویدیوی امروز، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. من سعی میکنم تایمو زیاد بالا نبرم، سمت 20 دقیقه 25 دقیقه نبرم، چون اونطوری حوصله‌تون سر میره و یه جوری زده میشه آدم از یادگیری. همینطوری اوکیه، امیدوارم مورد استفادهتون قرار بگیره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.